دیده برگی تنها به عیسی نگر ز دنیا دیده برگی تنها به عیسی نگر مسینا گیستاده در قلبت را کوبد با محبت میگوید نزد من آی فرزند بدان که فرصت کم است نام تو را میخواند روز آمدن او نزدیک است و میآید فیض او را بر نامش تو به نما گر خواهی فیض او را بر نامش تو به نما مسینا گیستاده در قلبت را کوبد با محبت میگوید نزد من آی فرزند بدان که فرصت کم است نام تو را میخواند روز آمدن او نزدیک است و میآید با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من کوروش باقری هستم و این رادیو آرامش. امیدوارم که هفته ای شاد و پربرکتی را در فیض عیسی مسیح سپری فرموده باشید. خدا را شکر می کنم که فرصت دیگری عنایت فرموده تا بدین وسیله در خدمت شما باشیم. دوستان گرامی، هدف برنامه‌های رادیو آرامش اعلان پیام فیض و محبت خداوند در انجیل مقدس می باشد. عزیزان، خداوند یکتا و مهربان همه شما را در هر شرایط و موقعیتی که هستید بی نهایت دوست می دارد. خداوند بسیار مشتاق است تا با شما پدرانه صحبت کند. از شما دعوت می کنم تا با قلبی باز و خاطری آسوده به پیام امروز خداوند گوش فرا دهید. شنوندگان عزیز، عنوان مطالعه این هفته ما هست پیدا کردن راه حل برای مشکلاتمان از دیدگاه مسیحی. دوستان، در مطالعه قبلی در ارتباط با منشأ مشکلات انسان
آیاتی از کلام خدا را مطالعه کردیم که نشان می‌داد همه انسان‌ها گناهکار هستند. با مطالعه کلام خدا درک کردیم که شخص عادلی وجود نداره و همه ما به خاطر گناهانمون نزد خدا مقصر هستیم و همچنین دیدیم که نتیجه گناه موت یعنی جدایی جاودانی از خدا می باشه. قبل از اینکه بخوایم به طریق صحیح مشکلات دیگه را حل کنیم، باید اول جوابی برای مشکل گناه پیدا کنیم. بله، قبل از اینکه بتونیم به دیگران در حل مشکلاتشون کمک کنیم، باید اونها را متوجه این حقیقت بسازیم که مهمترین احتیاج آنها حل شدن موضوع گناه در زندگیشون می باشه. عزیزان، عیسی مسیح تنها جواب برای حل مشکل گناهه. ما میتونیم با ایمان و اعتراف نزد او بیاییم و بخشایش الهی او را کسب کنیم و از طریق اطاعت مشارکت خودمون را با مسیح حفظ کنیم. اما سوال اینجاست که اعتراف یعنی چه؟ عزیزان، اعتراف در واقع یعنی این که ما بپذیریم که گناهکاریم و برای گناهانی که انجام دادیم محزونیم و تصمیم بگیریم که دیگه گناه نکنیم. اعتراف همچنین تصدیق این حقیقته که مسیح خداوند و سرور زندگی ماست. اعتراف در واقع بیانگر خواست درونی ما برای تسلیم زندگی هامون به دستهای او می باشه. دوستان، خدا از طریق مرگ مسیح بر روی صلیب و قیامت او از مردگان نقشه نجات انسانها را کامل کرد و باعث برقراری مشارکت انسانها با خودش گردید. به عبارت دیگه، مسیح کفاره تمام گناهان ما شد. قیامت او از مردگان در نقشه نجات خدا برای انسانها جایگاه بسیار مهمی داره. در اینجا به دو آیه در کلام خدا که بر روی اهمیت قیام مسیح از مردگان اشاره میکنه را خدمت شما قرائت میکنم. اول در کلام خدا در اول قرنتیان فصل 15 و آیه 17 میخوانیم که کلام میفرماید اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما نیز بیفایده است و هنوز زیر بار محکومیت گناهانتان هستید. آمین. بله عزیزان، میبینیم که پولس رسول در اینجا خیلی روشن و واضح به ما میگه که اساس ایمان ما، اساس اطمینان از بخشش گناهان ما و دریافت حیات ابدی اینه که مسیح از مردگان زنده شده. و اگر مسیح از مردگان قیام نکرده باشه، اگر مسیح زنده نشده، پس بنابراین ما هم گناهانمون بخشیده نشده، ما هم هنوز غرق در گناه و مردیم. باز در ارتباط با اهمیت قیام مسیح از مردگان، در کلام خدا در اول قرنتیان دو تا آیه دیگه میبینیم. در فصل 15 آیه 21 پولس میگه همانطور که به علت گناه آدم مرگ به این دنیا آمد، در اثر کار نجات بخش مسیح نیز زندگی پس از مرگ نصیب ما شد. در آیه 22 پولس رسول ادامه میده همه ما میمیریم زیرا از نسل گناهکار آدم هستیم. چون هر جا گناه باشد مرگ نیز وجود دارد. اما همه کسانی که از آن مسیح میباشند پس از مرگ بار دیگر زنده خواهند شد. آمین. عزیزان، زمانی که ما تصدیق میکنیم مسیح بر مرگ و قبر غالب شده، در واقع اعتراف میکنیم که او طریق بخشایش گناهان ما را مهیا کرده و ما را بر گناه پیروز ساخته. ما ایمان داریم مسیح قادر در غلبه بر وسوسه و داشتن یک زندگی روحانی به ما کمک کنه.
همچنین ایمان داریم که اگه به مسیح توکل کنیم، او قادر زندگی ما را هدایت کنه تا برای حیات جاویدان با او در آسمان آماده بشیم. بعد از اینکه به گناهان خودمون اعتراف کردیم و مسیح را به عنوان خداوند و سرور خودمون پذیرفتیم، باید مطیع او و کلامش باشیم و از این طریق محبت خود را به او نشان بدیم. عزیزان، مسیح در مورد اهمیت اطاعت با شاگردان خودش صحبت کرد. در اینجا به چند مورد از فرمایشات مسیح در مورد اطاعت از او اشاره می کنم. در انجیل یوحنا فصل 14 و آیه 15 مسیح می فرماید: اگر مرا دوست دارید، آنچه می گویم اطاعت کنید. آمین. بله عزیزان، مسیح میگه اگه ما واقعاً به او ایمان داریم، اگه میخواییم که پیرو واقعی او باشیم، بنابراین باید اوامر او را اطاعت کنیم. ایمان داشتن تنها به زبان نیست، بلکه مسیح میخواد که ما در عمل هم پیرو او باشیم. باز در انجیل یوحنا باب 14 آیه 21 مسیح میفرماید: کسی مرا دوست دارد که آنچه میگویم اطاعت کند، و چون مرا دوست دارد، پدرم خدا نیز او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست خواهم داشت و خود را به او نشان خواهم داد. باز همچنین در مورد اهمیت اطاعت از مسیح، او در انجیل یوحنا فصل 14 آیه 23 می‌فرماید: من خود را فقط به کسانی نشان می‌دهم که مرا دوست می‌دارند و هر چه می‌گویم اطاعت می‌کنند. مسیح ادامه می‌ده: پدرم خدا نیز ایشان را دوست دارد و ما نزد ایشان آمده با ایشان زندگی خواهیم کرد. آمین. دوستان، آیا شما مشکل گناه را در زندگی خودتون حل کردید؟ بیایید با پاسخ دادن به چند سوال خودتون را ارزیابی کنید. ما باید فروتنانه به این سوالات جواب بدیم و جواب ما یا آره است یا نه. باید به این سوال جواب بدیم که آیا من این را درک کردم که همه انسان‌ها از جمله خودم گناهکار هستند؟ سوال دوم اینه که آیا من گناهان خودم را به خدا اعتراف کردم؟ سوال سومی که باید به اون جواب بدیم اینه که آیا من اعتراف کردم که مسیح خداوند منه؟ سوال چهارم این که آیا ایمان دارم که مسیح از مردگان قیام کرده و با رستاخیز خودش از میان مردگان به من قدرت غلبه بر گناه و مرگ را داده؟ سوال پنجم اینه که آیا من ایمان دارم که مسیح همانطور که مشکل گناه را در زندگی من حل کرده، همینطور قادر مرا در پیدا کردن راه حل برای سایر مشکلاتم نیز کمک کنه؟ سوال ششم اینه که آیا من میخوام که مطیع مسیح و مطیع کلام او باشم؟ و بالاخره سوال هفتم و آخری که ما باید به او جواب بدیم اینه که آیا من ایمان دارم که اطاعت مانع بروز بسیاری از مشکلات توی زندگی من میشه؟ عزیزان، ما باید واقعا فروتنانه به این سوالات جواب بدیم. اگه ما هنوز با مشکل گناه توی زندگی خودمون جدی برخورد نکردیم، شاید امروز آخرین فرصت باشه. دوست من، یک مسیحی نباید برای رهایی از مشکل خودش به هر راه حلی متوسل بشه.
بلکه یک مسیحی باید برای حل مشکلات خودش با رجوع به کتاب مقدس جوابی سازگار با ایمان مسیحی خودش پیدا کنه. این بسیار مهمه که یک مسیحی چه روشی را برای حل مشکل خودش انتخاب میکنه. اولاً مسیحی کسیه که در زندگی مطیع عیسی مسیحه. بنابراین باید تمام راه حل‌هایی که برای مشکلش در نظر میگیره مطابق کلام خدا و مخصوصاً تعالیم عیسی مسیح باشه. دوستان، کلام خدا به روشنی درباره اعمال صحیح و شایسته سخن میگه. بنابراین جوابهایی که مخالف کلام خدان باید کنار بگذاریم. ثانیاً کتاب مقدس کتاب راهنمای عملی زندگی ما ایمانداران به مسیحه. لطفاً توجه بفرمایید، وقتی که یک شرکت سازنده ماشین‌های پیچیده خود را می‌فروشه، همراه با اون یک کتاب راهنمای عملی نیز داده میشه که در اون کتاب در مورد این که چطور از اون ماشین به بهترین وجه استفاده بشه توضیحاتی ارائه داده شده. به همین صورت خدا که انسانها را خلق فرموده میدونه چه چیزی باعث موفقیت اونها توی زندگی میشه. کتاب مقدس همان کتاب راهنمای عملی برای ایمانداران به مسیح. رد کردن کتاب مقدس در واقع مثل دعوت کردن مشکلات و مسائل بغرنج به زندگی می باشه. عزیزان، نااطاعتی و نافرمانی از خدا همیشه موجب بروز مصیبت میشه. در اینجا امکان اون نیست که تمام آیات کلام خدا را که در مورد روش زندگی کردنه تعلیم بدیم، ولی تعدادی از این راهنمایی ها در ده فرمان در خروج فصل 20 آیه 1-17 و همینطور در موعظه سر کوه مسیح در انجیل متی فصل 5-7 بیان شده که به طور خلاصه اونها را در این تعلیم بررسی میکنیم. ولی دوستان، قبل از پرداختن به بررسی این دو قسمت از کلام خدا، مایلم به دو دلیل اصلی که چرا ما باید از کلام خدا به عنوان راهنمای زندگیمون استفاده کنیم اشاره می‌کنم. ما باید از کلام خدا برای راهنمای زندگی خودمون استفاده کنیم، زیرا که اولاً برای اطاعت از مسیح باید بدونیم که او از ما چی می‌خواد. باید بدونیم که مسیح میخواد که ما چطور رفتاری را داشته باشیم. ثانیاً کتاب مقدس شامل دستورات خدا میباشه تا ما به عنوان مخلوقات او بتونیم از طریق اونها زندگی موفق و پیروزمندی داشته باشیم. دوستان، عقیده رایجی وجود داره مبتنی بر این که چون مسیح مجازات گناهان ما را پرداخته، بنابراین ما دیگه زیر شریعت نیستیم و مسیح ما را کاملا آزاد ساخته تا هر طور که می‌خواهیم زندگی کنیم. عزیزان، این کاملا درسته که مسیح ما را از اسارت گناه رهایی داده، اما لطفاً به کلام او در انجیل متی فصل 5 و آیات 17-18 توجه بفرمایید. مسیح می فرماید: گمان مبرید که آمده ام تا تورات موسی و نوشته های انبیا را منسوخ کنم. من آمده ام تا آنها را تکمیل نمایم و به انجام برسانم. مسیح ادامه می ده: به راستی به شما می گویم که از میان احکام تورات هر آنچه که باید عملی شود یقیناً همه یک به یک عملی خواهند شد. آمین. بله دوستان، مسیح شریعت را بر نداشته، بلکه به ما قدرت داده تا اون را اطاعت کنیم. وقتی ما خروج فصل 20 آیات 1-17 و انجیل متی فصل 5-7 را مطالعه می کنیم، می بینیم که مسیح نه تنها از شاگردان خودش انتظار داشت که احکام او را به دقت رعایت کنند، بلکه از شاگردان خودش میخواد
از هر چیزی که اونها را به سمت نااطاعتی سوق میده نیز پرهیز کنند. دوستان، خدا قوانین ده فرمان را نداده که ما را بنده، اسیر و غلام اونها بسازه، بلکه خداوند به خوبی میدونه که اگه ما از قوانین اطاعت کنیم، بسیاری از مشکلات در زندگی ما پیش نمیاد و زندگی شاد و موفقی خواهیم داشت. اگر روش برخورد ما با مسئله غلط باشه، هیچ راه حل خارجی نمیتونه برای همیشه به ما کمک کنه. ولی وقتی با روش صحیح با مشکل برخورد میکنیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که بر اونها پیروز میشیم. مسیح در مورد روش برخورد ما با مشکلات و مسائل بسیار سخن گفته. برای نمونه، خوشا به حالها که قسمتی از موعظه سر کوه مسیح می باشند، اغلب به عنوان روش‌های برخورد نامیده میشن، چرا که این تعالیم به ما میگن که حالا ما باید چطور توی زندگی رفتار کنیم. عزیزان، خوشا به حالهای مسیح را میتونیم در انجیل متی فصل 5 آیه 3-10 مطالعه کنیم. این خوشا به حالهای مسیح در واقع طرز برخوردهای شخصیتی و درونی ماست که روح القدس آنها را در قلب کسانی که به او اجازه بدند به وجود میاره. دوستان، در پایان مطالعه این هفته آیات 3-10 در فصل 5 انجیل متی را که خوشا به حال‌های عیسی مسیح را مطالعه می‌کنیم. در آیه 3 در فصل 5 انجیل متی عیسی مسیح می‌فرماید: خوشا به حال آنان که نیاز خود را به خدا احساس می‌کنند، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال ماتم زدگان، زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. خوشا به حال فروتنان، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت. خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت، زیرا سیر خواهند شد. خوشا به حال آنان که مهربان و باگذشتند، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید. خوشا به حال پاک دلان، زیرا خدا را خواهند دید. خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش می کنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد. در آیه 10 عیسی مسیح می‌فرماید: خوشا به حال آنان که به سبب نیکردار بودن آزار می‌بینند، زیرا ایشان از برکات ملکوت آسمان بهره‌مند خواهند شد. خب عزیزان شنونده، به پایان وقت مطالعه این هفته خود نزدیک می‌شویم. قبل از خداحافظی، ضمن تشکر از اینکه شنونده برنامه این هفته ما بودید، از شما خواهش مندم چنانچه برای شما سوالی به وجود آمده و یا پیشنهاد محترمی دارید که مایلید با من راجع به اون صحبت کنید، محبت بفرمایید با ما تماس بگیرید. خیلی خوشحال میشم تا بتونم در فرصت مناسب با شما عزیزان راجع به سوالاتی که دارید یا پیشنهادات محترمی که هست مفصلاً صحبت کنیم. دوستان، چنانچه در این لحظه قلب شما لمس شده، چنانچه کلام خدا با شما صحبت کرده و مایلی تا به حضور خدا رفته و یک بار دیگه با او آشتی نموده و گناهان خودمون را به او اعتراف کرده و از او فیض و رحمتش رو دریافت کنیم، الان فرصت خوبیه تا به اتفاق این کار را انجام بدیم.
عزیزان با هم دعا کنیم. خداوندا پدر آسمانی، خدای قدوس، خدای پاک، خدای قادر مطلق، خداوند ای خالق ما، به حضور تو میاییم و اعتراف میکنیم که دوستت داریم و به تو نیازمندیم. پدر جان، خداوند تو را دوست داریم به خاطر اینکه ما را در گناه رها نفرمودی. خداوند تو را دوست داریم برای اینکه میدونیم تو ما را میبینی و میشنوی. پدر جان، در این لحظه ما به حضور تو آمده و درخواست میکنیم تا گناهان ما را در نام عیسی مسیح ببخشی خداوند. بله پدر، ما اعتراف میکنیم که با سعی و تلاش انسانی خودمون و با سعی در دینداری و اجرای مقررات مذهبی نتونستیم ای خداوند توی اون استانداردهایی که خواست تو بوده زندگی کنیم. خداوند، از تو سپاسگزاریم که در بخشش و در فیض و رحمتت برای ما بازه. پدر جان، ما ایمان میآوریم که تو یگانه فرزندت عیسی مسیح را به این جهان فرستادی و او با مرگ داوطلبانه اش بر روی صلیب یک بار برای همیشه تاوان تمام گناهان ما را پرداخت. خداوندا با روح مقدست به قلب و زندگی ما بیا، این ایمان تازه ما را ببین، این درخواست بخشش ما را بپذیر و از زندگی ما خداوند هر طور که خودت صلاح می‌دانی برای محبت به دیگران، برای داشتن زندگی پاک و خدمت تو و برکت و جلال نام تو در دنیا استفاده کن. خداوند، از تو سپاسگزاریم به خاطر کلامت، به خاطر هدایت ها و راهنمایی‌هات، به خاطر اینکه تو برای مشکلات ما ای خداوند راه حل هایی فراهم فرمودی. خداوند، یک بار دیگه اعتراف میکنیم که دوستت داریم و زندگی های خودمون را به تو تقدیم میکنیم. در نام عیسی مسیح، آمین. خب عزیزان شنونده، باز هم با تشکر از شما که تا این لحظه با من بودید و سپاس از خدای مهربان که این فرصت را مهیا فرمود، تا گفتگوی بعدی، فیض و آرامش مسیح با شما باشد. Oh, dear.